شرابی با سرک جوشیدن با تو. صاحب این صدا 38 سال می شود، اینجا زیر خاک خوابیده است. صدایی که تا بیرون از مرزهای افغانستان بر قلمرو دلها ماندگار شد. در 38مین سال یاد مرگش هنوز بر دل علاقمندان خود آوازخوان افسانه است. و ما امت به یقین گفته میتونم که هیچ کدام هنرمند دیگر با مرزهای رقابت کردن نمیتونه. قسمی که مرزهای در کنسرت خود گفته بود که اگر هر کسی که در کنسرت ما فاجعه بکشه اصلا ما دیگر کنسرت نمیتونم. سالیت تخار به خاطر سال روز شهادت احمد زاهر آمدم. دیگر احمد زاهر یکانه هنرمندی بود که صدایش به دلها جا دارد. تا هنوز هم که صدایش را میشنویم لذت میبریم. احمد زاهر پس از 38 سال از مرگش هنوز هم بر دلهای کودکان، جوانان و کهنسالان حکم روایی میکند. احمد ظاهر بیشتر از موسیقی کلاسیک افغانستان نمایندگی میکرد. او اشعار پرمفهومی را در آهنگهایش استفاده میکرد. او بیشتر از حافظ، بیدل، سعدی، سیمین بهبهانی و اشقری میخواند. دل از باور دیوار افتی برو عاشق مرا قمه. احمد ظاهر به زبان‌های پشتو، هندی و انگلیسی نیز آهنگ خوانده است. بعد از افغانستان، او علاقمندان زیادی در ایران و تاجیکستان دارد. قصه‌های از ته دل دلداده‌ها یا پسران و دختران عاشق در سروده‌های ظاهر بیشتر شنیده می‌شود. در احمد ظاهر عشق، احساس، عاطفه حالتایی است که آهنگایش اگر متوجه شوید در هر قسمت به هر حالت زندگی است. حالت های امید است، حالت ناامیدی است، آهنگای شاد دار آرام است. برای امی این حتی اگر ناامید هم شوی به احمد ظاهر رجوع بکنی یک احساس کلن یک احساس خاص بر آدم میبخشه. احمد ظاهر در 24 جوزای 1325 در ولایت لغمان به دنیا آمد. او آوازخوانی را از دوران مکتب آغاز کرد و آهنگ ای بلبل خوشالهان را در لیسه حبیبیه خواند و مشهور به بلبل حبیبیه شد. وی 3 بار ازدواج کرد و از این 3 ازدواج 2 فرزند دارد. این آوازخوان معروف افغان در 24 جوزای سال 1358 در یک حادثه ظاهرا ترافیکی در منطقه سالنگ ولایت پروان جان باخت.